گرفتم، فرمان قتل را گرفتم. حکم را به اسم حاج علی خان فراش باشی نوشتم. شب که شاه از باد سرش گرم شد میدهید امضا بکند، فلفار میرسانید به حاج علی خان. یک چپاری هم فرستادم کاشان، مراد بیک. مراد بیک مأمور است که به امیر بگوید شاه سر تقصیرات او گذشته و روز جمعه خلعت میرسد. به احدی نگویید حکم را گرفته اید. مگر بچه اید؟ فقط خدا کند شاه تا شب دوام بیاورد، وگرنه دوباره مجبور می شویم تقلا بکنیم. که یکم چین فرصتی دست بدهد خدا عالم است. اگر مراد بیک شب به کاشان برسد و خبر خلعت را به امیر بدهد، امیر فردا برای پوشیدن خلعت به حمام می رود و حاجری صبر کنید. بگویید در همان حمام کار را فیصله بدهد، منتظر نماند. تأکید کنید که ملکزاد خانم هم بوی نبرد. خدا کند حاج علی فریب زبان امیر را نخورد. اگر هیبت امیر او را خشک بکند وا مصیبتا. امیر با جبه صدارت هیبت دارد، در حمام که هیبت ندارد. اگر بخواهد ملکزاد خانم را ببیند چه؟ هرگز، هرگز. مهلت به امیر بدهد دودمانش به باد رفته. او را از شاه بترسانید. حاج علی خان تا به حال خودش یک پا دولتی شده، سفرش به راه باشد و مسقانی بشنود کلایش را به هوا می اندازد. حاج علی خان را امیر مقام داده، اما میرزا آقا خانم علاورده. جسد را چه بکنند؟ با جسد چه کار داریم؟ در همان گورستان پشت مشهد اردهان به خاک بسپارند، امانت بگذارند. چه میدانم؟ بگذارند در معرض هوا تا لاشخورها هم به نوایی برسند. هرچه نباشد، یکی از خاندان سلطنتی آنجا هست، ملکزاد خانم. ملکزاد خانم مجبور است یک طور این آفت ایل قاجار را به خاک بسپارد. Thank you.
لازم شد یک بار دیگر خلعتی رو تن کنم. این آخرین باریست که این رخت کهنه رو مجبورم تن کنم. فردا میدهم خواجه سرور اونها رو بسوزاند. این کار با من، فعلا عجله کنید سپیده میزند. حاجی علی خان تشریف دارن؟ اندرونی تشریف دارن، فرمایش. بگویید آقا جوهر آمده از خدمت نواب علیه. چشم جناب خواجه باشی. مشرف جناب خواجه باشی، چه خدمتی از دست من برمیاد برای نواب لیگه؟ از شما کارها برمیایم. خودشان اینجا تشریف دارن داخل کالسکه. نوکرها گوش به زنگ نباشند. خاطر جمع باشید، همه را فرستادم اندرونی. نواب کلبه ما را با قدوم خود مزین فرمودند. وقت تعارف و تکلف نیست. این نامه را بگیر و بخوان. بلند بخوان، من هم میخواهم بشنوم. شما که خوانده اید؟ میخواهم باز هم بشنوم با صدای تو. چاکر آستان ملائک پاسبان، فدوی خاص دولت ابد مدت، حاج علی خان پیش خدمت خاصه، فراش باشی دربار سپهر اقتدار، مأمور است که به فین کاشان رفته میرزا تقی خان فراهانی را راحت نماید. در انجام این مأموریت بین الاقران مفتخر و به مراهم خسروانی مستظهر بوده باشد. خاندی؟ معطل نکن، برو. این وقت شب؟ حکم شاه است. چرا من؟ اگر شاه پشیمان شود؟ خودش حکم کرده، مهر امضای سلطنتی است. میدانی تمرد در اجرای حکم چه معنایی دارد؟ آخر ندارد. 3 سال آزگار زجر کشیدیم تا به یک همچه شب فرخنده ای رسیدیم. حالا میخواهی همه کارها خراب بشود؟ چرا قبلا با من صحبت نشده بود؟ اقل کم خود را آماده میکردم. یک همچه حکمی مقدمات نمیخواهد. قضاست، بلای آسمانی است، مثل صاعقه میزند و از بین میبرد. تو هم مثل برق باید به کاشان بروی. تا تو را راه نیندازم از اینجا نمیروم. دست تنها که نمیتوانم. مکلفی یکی دو نفر آدم قابل و مطمئن همراه خودت ببری. از اینجا به اونها بروز نده پی چه کاری به کاشان میروی. خورده خورده اونها را آماده کن. وقتی به مقصد رسیدی اونها را در جریان کار بگذار. اگر امتناعی پیش آمد تهدید کن، بگو حکم شاه است. زبانی شما دو نفر مأمور هستید. بعد وعیدی هم بده. تعجیل کن، شبانه باید حرکت کنی. قبل از طلوع آفتاب کار را تمام کن. پیک چاپاری به کاشان رفته، مژده خلعت برای امیر برده. منتظر خلعت است. ملکزاده خانم آنی از او جدا نمی شود. او باید در حمام باشد که تو به کاشان می رسی. ملکزاده خانم بو نبرد، قراول ها نبینند. جلیل خان بیات سرکرده محافظین باغ فین بی اطلاع است.
تا من اینها رو گفته باشم تو باید سوار اسب شده باشی. زندگی تو به مویی بسته است. درنگ بکنی تمامی. کار را به ثمر برسانی، به همه چیز رسیده ای. شانس در خانه تو را زده است. این را هم از مهد اولیا داری. برو و خدا را شکر کن. میرزا احمد، میرزا احمد. بله آقا. دو تا اسبین کن، یکی رو فوری بفرست منزل علی خان نایب فراشخانه، بگو امر مهمی است، فوری بیاید منزل عبدالعلی خان ادیب الممالک. زود باش. چشم. نفرمودن نحوه اجرای حکم به چه صورت باشد؟ هر طور که پیش بیاید. با دست خالی؟ صلاح این است، امیر عادت به حجامت داشته، هر از گاهی چند مثقال خون میگیرد. بگو نیشتر بزنند. خاصه تراش امیر هم باید اونجا باشد. از کار که مطمئن شدی فورا حرکت کن، کسی نباید تو را بشناسد. نواب، من به اتکای شما چنین کاری را انجام میدم. تو تنها نیستی، یک ایل پشتیبان توست. صدایی نیست الا صدای شب. ولی فردا که خلعت آوردند اینجا قوغا می شود. فردا روز دیگری است. شما به خلعت فکر می کردید؟ خیر. می دانستم. صدای فکر کردنتان اتاق را پر از غوغا کرده بود. شما هم عوض شده اید. چیزی در شما بیدار شده که سراغش را در خاندان قاجار نداشتیم. دیگر درب خانه را فراموش کردیم. دیگر چشم به تهران ندارم. دیگر هیچ چیز نمیخواهم. حاضرم همینجا بمانم. تا ابد. شما اینجا نمیمانید. ما هم نمیمانیم. هنوز به تهران فکر میکنید؟ خیر. دیگر به هیچ چیز فکر نمیکنم. ببینید آن ستاره را، آن یکی را، همان که منظور نظر ماست. به خاطرش بسپارید. ستاره شیرینی است.
بله قربان. بله قربان. شازده. بله قربان. به حاج علی خان بگو امشب حرکت نکند، فردا صبح خدمت برسد. عجله کن، عجله کن. چشم قربان. حاج علی خان کجاست؟ نیستن، رفتن. کجا رفتند؟ نمیدانم. سر شب اسب سوار شدن و رفتن. بسیار خوب. بزرگ باز شد، سر تا سر باغ را پیمود. همان دم پرنده‌ای در قفس سینه بال بال زد. پله‌ها را بالا آمد. حکم پیری داشت که عبا بر می کند.
شکاف انداخت و از تخته در نفوذ کرد به داخل. دهانم باز ماند. حلاوت و سکر صبح را داشت. عسل در دهانم گذاشت. این تن دیگر مال ما نیست، پیش از این هم نبود. بال زدن پرنده بیدارم کرد. از محفظه چهارم وجود پریده بود به شاخه اول. این حالت را از قبل می شناختم. وقتی که گریه امان نمیداد، اما دیگر اشکی نیست. میرزا هاشم به من یاد داده بود که چطور نگاه کنم. در شما چیزی دیدیم که کیمیاست. یقین آدمی ما همانی نیست که نام ما را داشت. پردهی مخفی تر. تا موعدش نرسد پرده نمی افتد.
پس حامل خلعت شما بودید. من به فرمان همایونی مأمور شدم. شما که از عمل اکره میرزا آقا خان بودید. من نوکر شاه هستم. فرمان چیست؟ امیر خود بهتر می دانند اجرای حکمی که در حمام باشد چطور حکمی است. لابد دستور دارید که می توانم ملکزاد خانم را ببینم به قدر یک وداع. خیر، پس می توانم وصیتی بنویسم؟ هیچ. عجب عجب. من آمادم. نحوه اجرای حکم به اختیار خود امیر است. پس خیال دارن شایع کنند که امیر خود کمر به قتل بسته بود. البته مردم می دانند که قاتل کیست. آقا علی، نیشترت را بیاور. بله. بزن. بزن. Vasin man matar
زمان.